بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان ارجمند و بزرگوار، بر تمام شما سلام عرض می کنم. یک بار دیگه هم بر بازماندگان حادثه المناک افغانستان و زمین لرزه، برای آنها صبر یعقوب و طاقت ایوب از بارگاه خداوند خواهان هستیم و بر شهدا هم بهشت برین. دوستان عزیز، ما میخواهیم به مثابه یک از شهروندای عادی این سرزمین بر تمام عزیزان و بزرگواران یک مسئله را یادآوری بکنم. هیچ کدام ما از جانب خداوند کدام سندی یا خطی در دست نداریم که ما نامیرا هستیم، یعنی نمیموریم. امروز اگر تابوت بر خانه یکی از وطندارای موتو است، و تابوت فردا در خانه موتو هم هست، یا من میمورم یا تو میموری یا یک کس دیگر، چقدر شنی است، چقدر درشت است، چقدر ناانصافانه است، چقدر ناانسان است که بر جان دادن ایده خوش شویم، بر شهادت ایده خوش شویم و بعد بیاییم از شکمبه های کثیف خودمان تحلیل بکنیم که گویا چنین بود که چنان بود، بسوش های بالای سرنوشت ها و بسوش های بالای کارهای بزرگ خداوندی، از شکنبه های کثیف خودمان گپ بزنیم و نتیجهش هم هیچ. دردناک نیست به نظرتان که ولو از هر ملیت نمایندگی کنیم نکنیم، یک مجموعی از ما آمدیم دست به دست هم دادیم، یک سره میاییم ناسزا میگیم، عرفای وحشتناک میگیم و بر کشته شدن و بر شهادت عده‌ای از هموطنان خودمان خوش هستیم، و بعد تصویرم تصویر یکی از مردان بزرگ این سرزمین در پروفایل من گذاشتیم. در کجای مکتب مبارزاتی مرد سلحشور و راست قامت مبارزه ما، شاد روان انوشیاد شهید احمد شاه مسعود بزرگ، در کجای مکتب مسعود بزرگ چنین بود که به کشته شدن کسی خوش باشین؟ آیا روس در جبهه مسعود بزرگ مسلمان نشد؟ آیا دوباره گفتنش برو به سرزمینت نرفت؟ چون حتما اینجا یک چیزی را دید، یک چیزی را حس کرد و یک چیزی معنویتی را پیدا کرد که نرفت دوباره به سرزمین خودش، در حالی که از طرف اینا آزاد بود، میتونست بره به سرزمین خودش و یاد گرفت و قرآن شد. خب ببخشید، آیا اسرای جنگی زمانی که در جبهات مسعود بزرگ می آمدن دستگیر می شدن، آیا با اونا سلوک چگونه صورت می گرفت؟ پس به این معنا که مکتب جوانمردی، مکتب مردی امیر حکم می کنه که بر کشته شدن کسی خرسند نشویم، چون خود ما محکوم به مرگیم. وقتی من خودم محکوم به مرگ باشم، امروز به مرگ او آدم، جهان ما مثل امو قفسه های مرغای فارمی است. هر لحظه نوبت یکی پی دیگر، یکی پی دیگر می آیم. او مرغی را که از قفسه پایین تر از قفسه من امروز قصاب گرفت و سر برید و من در این قفسه خوش باشم، بدون شک که فردا هم نوبت من میرسه، باید گردن من بریده شود. وقتی محکوم به مرگیم، چگونه میتونیم بیاییم بعد به مرگ دیگران خوش شویم؟ چگونه، چی وجدانی است که ایره اجازه میده که بیا اظهار خرسندی بکن، بیا اظهار خرسندی بکن به شهادت عده ای از افرادی که به چی حالتی بدبختانه جان دادن؟ من اینجا یادآوری میکنم که اقتدارها را که درست از این اقتدارهای 300 ساله 400 ساله در دست پشتونها بوده،
در دست پشتونهای مافیایی، یعنی در دست پشتونهایی که شما برین به مناطقی که زمین لرزه بسیار شدید آسیبش رسانده، در اینجا اصلا شما رگی از پیشرفت و توسعه را نمی بینین. حتی برق ندارن، هیچ چیزی را به دسترسی ندارن. شما سمت جنوب افغانستان، جنوب شرق که برین ببینیم، میفهمین که هیچ کار صورت نگرفته. حلقه های خاصی آمدن و منفعت بردن و کاری که صورت گرفته. پس به این معنا که این اقتدارها در دست کسانی بوده که بر مردم عام این سرزمین اصلا توجهی نکردن. چگونه وجدان ما اجازه بده که او بدبخت زنی را که در جنگ ها یا شوهر خود از دست داد، یا پسر جوان خود، یا آلا خودش زیر آوار مانده و جان میته، و به این تراژدی چگونه میتونم خوش باشم؟ این وجدان چی رقم یک وجدان است؟ این برای من بسیار جالب هست. در اساسات مکتب مبارزاتی مسعود خود چنین نامردی نشته نشده که اولالا عکس مسعود بیگی در پروفایلت بگذار و بیا به خاطر کشته شدن عده خوشی بکن. به نظرت که تو دو ضربه محکم نمیزنی؟ اولین ضربه ای که انسانیت خودت از زیر سوال میبری، ضربه محکم دیگر این که توهینی بسیار وحشتناکی بر چنین شخصیت بزرگ میکنی. چگونه چی؟ ببین عزیز من، تو میایی و یک سرانش نمی کنی این نستوی پودری این آن 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 به خاطر که تو آمدی بر فلانه توهین کردی. کدام توهین خطرناک است؟ میایی به مطلب سر میخوری که عکس مسعود بزرگ در اونجا زدگی است، در پروفایلش و پایین چیزایی نوشته شده که مو بر تنت راست میکنه، یک سره از کشته شدن عده خوش بودین. توهین نیست به نظرت؟ چرا ما نمیتونیم که چرا خداوند با بارگاه خداوند نشیشتیم هیچ وقتی نگفتیم خدای این غدوات محبت تولید کننده را اندکی در وجود من زیاد کن لطفا. خدایا این بیماری تعصب بردار از میان ما. انسانهایی در سرزمین ما جان میتن و آدمهایی بسیار خوش میشن. این چگونه بیماری هست؟ اگر ما از این بیماری نجات پیدا بکنیم میتونیم به جایگاه های والا و عالی برسیم، به جایگاه های آلا و را پیدا بکنیم. این هست که ما را اجازه نمیده، این ما را اجازه نمیده. متاسفانه ما به مرگ هموطنمان خوش میشیم، ما در روز بعدش خنده میکنیم و انتظار چی را داشته باشیم؟ طرف ما با همدیگر هیچ فرق هیچ چیزی نداریم. یهود نیست در مقابل ما، یا نصارا نیست، گبر نیست، ترسا نیست. به مذهب من هست، به دین من هست، به همه چیز من هست. تنها او میگه او با من میگه من او. این همی فرق ما هست. مادر او هم زمانی که بچه جوانش از دست میداد عموتو گریه میکرد و از چشماش اشک میریخت، و مادر من هم و مادر تو هم و ما بدبختی و ویرانگری تابوت آمدن به خانه ها را داریم. ما میفهمیم که از دست دادن تباه شدن چیست، خانه خراب شدن چیست. میگه خانه خراب شود، یعنی آخرین جمله است که ما برای دشمن سرسخت خود میگیم که خانه خراب شود. طرف خانهش خراب شده، کودکانش در زیر آوارها مانده و هنوز از زنده و حیات و ناحیات بودنش چیزی در دست نیست. گزارش های تلفات لحظه به لحظه میره به سمت افزایش. خانه ها خراب شده، خانه های گلی، خانه های بدبختی، افغان های بدبخت من خراب شده و ما آمدیم شیشتیم و یک سره خوش هستم.
چقدر احمق، میر احمقانه میگم. خود تو حال مرا بگو که خون از توی پودری یا فلانه یا بسمدانه سیز. خدایا سپاس بر تو که بر پودری این خرد دادی که در غم هیچ کسی خرسند نشه، با مرگ کس خرسندی نکنیم که خودمان محکوم به مرگیم. مجموعه نوشته های کامل این که آن که آن که چونی تو بود خدا این تو کرد. او لالا تال داری از عالم غیب حرف میزنی. ما با تأسف که ما بسیار وحشتناک هستیم به خاطر از این که به خاطر از این که شرک آنقدر در سطح بلندی در میان ما وجود داره، انسان پرست بیش نیستیم. بیاین بپذیریم غرق در چی کارا هستیم. ما از علمای جید افغانستان گله دارم، از تمام علمای جید در حد بسیار بالا. چرا روشنگری نمی کنین؟ چرا نمیگین که انسان پرستی گناه است، کفر است؟ چرا خرد دینی مردم بالا نمیبرین؟ چرا روی منبرها ایستاد نمیشین و نمیگین که در مرگ مؤمن خرسندی کردن کار خوبی نیست؟ چرا نمیگین که انسان پرستی شرک است؟ چرا نمیگین که انحنا در چی، در کدام حالت، در دین مبین اسلام انحنا بر کی درست است؟ آیا انحنا بر پدر و مادر؟ حتی انحنا با قول علمای بزرگوار انحنا بر انسان جایز نیست. منحنی شدن، آلت رکوع گرفتن بر انسان جایز نیست. ما که میبینیم که فلانی جان صاحب که آمده که بروتا هم از بروتا آدم های بسیار از امون انگلیس های درجه به او رو من در موردش گپ نمیزنم. خب به هر ترتیبی یک بحث باز من در مورد امی بزرگواران دارم، باز او رو انشالله ان قریب او رو نشر خواد کردیم که بحث از کجا شروع میشه باز به کجا به پایان برسه. یعنی من میتونم یک جمله رو بگویم که واقعا من اقرار میکنم سرزمین ما لبریز علمای جید دین است. بله این سرزمین است که عالمان جید بسیار بزرگوار را ما داریم، عالمای بسیار جیدی را داریم، اما با تأسف که کاری که باید آنقدر قدرتمند انجام می دادن انجام ندادن، روشن نگری نکردن. مردم هنوز هم غرق در انسان پرستی است. مردم هنوز صورت می پرستن. صورت نپرستم من، بتخانه شکستم من. این صورت پرستی ها را باید، انسان پرستی را باید از بین ببریم که دیگر هر کسی که هست اوی که میایه و به خاطرش چی کارهایی را انجام میدیم. صف میستیم تا به کجاها دستایش میبوسیم و تازه این کی ای چی فرض مثال این همی پیر صاحبم هم هر پیری مدف می پیر نیست، این هر پیر را که میگه من منکر این همی پیرها، این همی نوع پیرها هستم. اگه کرامت داری ده دیگه میشه اومر باد باد کن، اگه کرامت داری باد باد کن. صورت پرستی های ناق. دوست عزیز یک چیز از پشت خواهش میکنم، درست خود دلت هرچی که می نویسی دلت لالا جان هر چیز را که می نویسی دلت، اما لطفا لالا در زمان نوشتن خوشی در مرگ کسی اگر تا جایی بر مبنای تفکرات عادلانه و جوانمردانه مسعود و مکتب مسعود و راه مسعود پایبندی، پروفایل تا عکس شعوس و کوب بد بنویس. به نظر من خوب میشه ای تو، این خیلی خوب میشه. بله ما سرزمینی هستیم که با کشته شدن یک ادیمان
خوش میشیم. هماهنگی کمک ها برای افغانستان، هماهنگی کمک های مردمی برای افغانستان، تیم ما در صدد ایجاد یک معموله وسیع از دیگنیتیکیت یا وسیله واشنگ پکیج هستن که ما ای را آماده بکنیم. دوستان را من دیدم، همو ده قمر خیریه بنسد جوانان رفته بودن بر محل، استاد شهرام دیدم، جوانای دیگرم، بچه های امدادگری را دیدم که به محل رفتن. از رهگذر مسائل مختلف روش توجه های صورت گرفته، ما تنها می خواهیم که یک مجموعه از انتیسیپتیک ها، ضد میکروب و وسایل شوینده و اینا را آماده بکنیم. می فهمیم که آسیب وسیع است و ما در حقیقت قطره هستیم روی سنگ داغ. اصالت افغانی و ایمانی وجدانی ما را باید ما هم انجام بدیم، ولو چقدر که میشه، این مهم نیست. پیوند یک عاطفه که چقدر هست، که چقدر میتونه که ما یک عاطفه ای را بر یک خطه، بر یک مردمی برسانیم و برشان امی را بگوییم که دست کم ما از جمله کسایی هستیم خیر نرسانیم، شرم نمیرسانیم. در مرگ گریه میکنم که در مرگم گریه کنیم. ما را هم تو یاد دادن، شاید ما را اشتباه یاد دادن، شاید درست شما بگوین که در مرگ کسی پایکوبی کنین، برقصین. یک دوست بسیار خوب داشتم و دارم و بسیار برای در یک سطح بالا برش یک جایگاه در ذهنم بود، از نگاه خرد ورزی، فهم و دانشی که داشت، خبرنگارم بود، همه چیز. با تأسف به یکی از پستای شفتیدیم میگه که بسیار تسلیت گفتن ها زیاد شد، بیا که اینا رو یک آهنگ قرصک بونیم. امروز میگذره لالا جان، او آهنگ هر روز میتونیم بشنویم. بگذار آخرین کودک از زیر آوارها که بیرون شد، باز یک مایکل جکسن با هم مشترک میشنویم. مدرن بودن این نیست، این مدرن بودن نیست. دوستای عزیز، امی بسته یا معموله ما که بخیر ایجاد شد، ما ایره توسط همکارانمون و به محل میبریم و در حقیقت اصالت افغانی وجدانی ما را در این راستا ادا میکنیم. در روز پور یوازینه مساعدتی عریقی چی مونگ سرطنگ شویدیم ده خاغل افغان صاحب دیم، افغان کورنه چی پلندن که اوسیگی زمونگ غب محسلی بچیان دیو دیر میران کورنه سخب چی تل افغانستان بیوزل و خلق دب مرست کردی، مزمل افغان، آمر افغان و امیر افغان او دیدوی دیر منور پلار چی تل پا افغانستان خلق و غمزه پل و خلق و اخا خلق چی پا دیر و استونز و سر مخامخ جوان تیره تل مرست کردی. خو داب مونگ تم ویل چی بیا هم مونگ باید یو اخا یو برخوونی سو پا داب دیر ناور پیخه چی را منسته شویدی. انشالله و رحمان لخدای نیستدا که او چی داست یو کار او چی چی یو برخواخلو یواز دی خدای پنامه، نه دی لایک و کامنت پنامه، نه او دی شیر و دی ویو پنامه، نه او دا کار انشالله و رحمان تر سرکیگی مونگ دا کار که او او لب نور و ملگر و سخه چی مونگ سراری که نیبولی بو خاقل محمد هم مونگ تا یو ایمیل کری بو چی اغا هم غارد چی مونگ سر یوزای پدا برخه پدا مرست برخه و گونیسی
مننه کوم له ښاغلي محمد نه هم چنان، او مونږ یوازې یو 24 ساعت لپاره و نور هم انتظار باسو چې کیدای شي چیز مونږ نور و ملګرو چې په هر ځای چې اوسیږي په دا مرسته یو ځای شي، او دا کار مونږ به وکړو. دا ډېر ښه دی. ځینې کسان، ځینې بنسټونه چې زه وینم ډېر پراخه توګه برخه اخیستې دي، دی کې ټول ته له خدای نه سرلوری غواړم. سرلوړ اوسیږي هغه کسان چې په سختو ورځو د دې سره سره چې تا سره ژاړي، د دې سره سره چې تا سره غمجن دي، او د ستا د زړه نه پوهیږي، او دومره سرخراسي لري، دومره پراخه کتنې لري چې پوهیږي چې د ستاس په زړه باندې څه تېرېږي، او ټولو ته زما سلامونه ورسیږي. هر خلک چې له هر ډول لاره په داسې یو پیښه چې رامنځته شوی دی مرسته کوي، هغه لاسونو لپاره سلام، هغه زړونو باندې سلام، او هغه لاسونه چې په سختو شرایطو باندې چې ستونزې را پیښیږي او د ستاسو ژوند ستونزمن تیریږي، او د ستاسو په زړه باندې یو ډېر لکه یو غر په شان غم ډک شوی دی، او د ستاسو په سترګو باندې اوښکو لکه سمندر پیاوړی دي، په داسې یو حالاتو کې راځي او یو لاس د ستاسو په لاس کې کیږدي او وایي چې زه تا سره یم، زه دې ته وایم چې نرانگی هم دې ته وایم، زه میړانی هم دې ته وایم، او افغانیت هم دې ته وایم، او له خدای نه زما تل همدا ایله ده چې خدای زه داسې یو سړی باید زما زړه باید داسې یو زړه وي چې کله چې زما ورور په سختو شرایطو کې دی زه ورسره که هیڅ کار زما له لاس نه نرازي، خو یوازې دا ریښتینی حق زما له زړه نه راځي چې ورته ووایم چې ورور تا سره زه هم ژړیږم، تا سره د ستاسو ماشومان چې اوس کودکانت در زیر آوارها مانده من از این درد می آیم، و تویی که جوانی را از دست دادی این آهی که از دلت می برایه با آهی که از دل من بیرون می شه مشترک است. بله، و ما با دردهایی که داریم با هم پیوند می خوریم. لعنت بر کسانی که تفرقه می افکنن در بین ما و تو. ما و تو پیوند ناگسستنی سده ها را داریم. نفرین بر آنانی که در این سده ها در اقتدارها تکیه زدن، حکم روایی کردن، کاسه کردن و کاسه می کنن. در لنک و روزر در جمهوریت هم می گشتن، حالی هم می گردن. بادیگارد در اون زمان هم بود، حالی هم دارن. بیرون چوکات اینها ما و تو با هم بسیار پیوند عجیبی ناگسستنی داریم. موتو مادران موتو با یک اندوه بسیار بزرگ با هم دیگر وصل میشن، و پدران موتو با یک اندوه بسیار بزرگ، با یک غم بسیار بزرگ با هم دیگر پیوند میخورن. صدای مادر ما و مادر تو در پکتیکا و خوست، در شرن، در نیمروز، در هلمند، در قندهار، مادر ما با مادر تو به یک زبان گپ میزنن، مادر ما و مادر تو با یک زبان حرف میزنن، و خواهران هم دیگرند، و یگانه چیزی که اونا را پیوند میده عشقهایی است که در پیوند به بدبختی های روزگار جاری میشه. من هیچ فرقی او روز ندیدم با
با چیغ زدن عده بالای تابوتی در شرق افغانستان و فریادهای مادری در سر تابوت فرزندی در شمال افغانستان و یا هم کمر خمیده پیرمردی در مرکز افغانستان که روی قبر جوان برومندش که نابسامانی ها او را از او برداشت، ایرم در حقیقت یک پیوند ناگسستنی دیدم و ایرم از زبان مشترک افغانستان و افغان ها می دانم. زبان مشترک موتو زبان درد و آلامی است که طی دهه های مختلف در قلب های من عجین شده و فریادش می کشیم. زمان پیرمرد ضعیف خسته را در پایان یک حادثه طبیعی و وحشتناک خونخوار که صدها نفر به کام مرگ کشانده، این پیرمرد زمانی که میبینید در گوشه نشسته و دنیایی از درد در چشمانش خانه کرده، ایره ما زبان مشترک میدانم با او پیرمردی که در دور افتاده ترین قرا و قصبات بدخشان زندگی میکنه. این زبان مشترک ما هست. فقر ما را با هم پیوند میزنه. فقر تهی دستی، نبود هیچ چیزی، حتی نبود عاطفه. خدایا ما بنده هایی شدیم که مشکل ما در چیش، بیماری ما چیست که نتانستیم محبت داشته باشیم. گناه هیچ کس ما نیست، گناه هیچ کدام ما نیست، هیچ کدام ما در این راستا گناهی نداریم، هیچ کدام ما. اما با بدبختی های بزرگ بلند شدیم و اینقدر بیمار هستیم، اینقدر بیمار هستیم که در روز غم یک آدم اظهار خوشی میکنیم. این بیماری است، این بیماری است، بیماری شدید است. این هم بیماری است که دا خبیث پنشیره ده، اینی هم بیماری است، اینی هم بیماری است و این بسیار خطرناک بیماری شدید است و این یک بیماری سرطانی است. بله زپنشیریم دا جرم ندی ورور، دا جرم ندی. این بیماری است که خوش شوم در مرگ عده ای از افرادی که در حادثه جانهای خود از دست میتن و این بیماری است که در پشت موترم بشانم و بگید دا خبیث پنشیری دی. زپنشیریم ما صده هاست که در یک خطه برام پنشیر زندگی کردیم، حالا نمیتونه این جرم باشه، این جرم بوده نمیتونه. سالهای طولانی هزاره بودن جرم بود، میگفتن هزاره است ختم. این خدا ساخته، خدا فردی را از یک سرزمین می آفرینه، این جرم بوده نمیتونه که ما در پیوند به او زیر فشار گرفته شم. پدر اندر پدر ما از این ولایت در اینجا سکنا گزیده بودن و اینجا زندگی میکردن، حالا دیگه این نمیتونه جرم باشه که به مذاق سیاسی هیچ کسی سر نخوره و این هم نمیتونه که قابل پذیرش باشه. اینی بیماری را خداوند باید هرچی عاجل از سر ما بیرون بکنه، این بیماری باید بیرون شه، ورنه وحشتناک میشیم، ورنه میریم به طرف بدبختی های بسیار شدید. میدیدیم آنقدر بیماری خسته کننده و وحشتناکی هست که در فلان جای بمی که خورده یا راکتی که خورده چقدر نفر کشتش رو میگه، از کدام قوم بودن، خواه خوب شد گرفت. تا این اندازه بیماری در ما وحشتناک بوده و فعلا هم به یک شکل بسیار فجیش وجود داره، به یک شکل بسیار فجیعیش وجود داره. هیچ چیزی، ما در افغانستان زندگی کردیم، این جرم نیست. بودن ما هزاره هستم، مزبک هستم، کجایی هستم، اسماعیلی هستم، سنی هستم، شیعه هستم، این را جرم بوده نمیتونم. پدرکلان ما و تو و نیاکان ما و تو هم این حق نداره که بر مبنای زاده شدن ما و دین ای ما نظر به یک جغرافیای خاص مرا مجرم بدانم. این حق به هیچ کس به کسی نمیتونه بتاکه. من چگونه میتونم که حق بتم که ای آدم بزن که از پکتیاس یا ای آدم بزن که لغمانیست، ای آدم هست دیگر. جرم
این گونه نمی باشد. اویی که در خلاف همه موضوعاتی که هست مربوط خودشان میشه، اما به جرم جایی و فردی کسی مجرم بوده نمیتونه. مسئله پایانی را میخواییم گپ بزنم، بعد بحث ما به پایان برسم. یکی از این همی آدمک ها هست، من نامش را نمیفهمم که چیز حضور ذهنم رفتم چیم کی هست. در چند برنامه خودش گفتم این نستور را بگوین که بیای قطعی ما بیشین گپ بزنم. در چی مورد؟ همیشه که سیل میکنی، همیشه خودش شیشتگیست، یک نکتایی شخت در گردن زدگیست، یک تلویزیونک در بغلش، یا عکس احمد شاه مسعود است ناسزا گفته میره، یا عکس احمد مسعود است ناسزا گفته میره. یک سره تو عالمی هایی میگی که نستور را بگوین که بیاید این برنامه ما گپ بزنه، نستور را بگو بیاید در برنامه ما گپ. او لالا جان، او صدقه چون تو مزدوری و من آزادم، تو پول میگیری و من از روی یک حرفای حقیقی رفت، تو شیشتی و دشنام میتی در یک کشور خارجی، شیشتی دشنام میتی اکثر به قومی، به مردمی، به فلانی، به بسمدانی، و من بیایم و دسته کنم چاقوی تو را. چند نفره در برنامه هایی تا هم گفتی نستور را بگو که بیایه که اینجا ما با هم ما بیایم بیشینم در برنامه تو و بپندار تو ادهی از افرادی را و ولایتی را دشنام بتون بخاطر که یک چند رپ دالرک به جیب تو بره. لالا جان ایره متوجه باش، ما تا او اندازه انسان های کثیف بی ارزه نیستیم که بعد مثل تو آره بیایم باز ما مزدور ما آبانه بیشینم برای جایی و فردی یا گروهی یا شخصی را متوین بکنم. تو از چطه میبرایی، تو از چطه بیرون میشی لالا جان، چون این ریموت در دست کسی دیگه هست. ما از روزی که تولد شدیم بی ریموت کنترل بودیم و حقا که هستم و به پیش خاطر رفتم بدون ریموت کنترل. از کدام مرگ باید ترسید؟ زمانی که اقتدارها در دست بادیگاردارها و اجدارها بود ما شعر خود بند ننداختیم، آلی هم بند نمیندازیم. لعنت به سی مرمی کلاشینکوف که در 5 دقیقه خلاص شوه و به خاطر تحمل 5 دقیقه مرگ کلاشینکوفکی باز بشینی و دی غار و غر پناه ببری و باز ما بیایم در برنامه تو بشینم. لالا جان تنها ما برنامه های تلویزیونی که در شبکه احمد شاه مسعود جور کردیم که در یک پلی ترازو بانم از وزنت کده زیاد است، خب یک طرف قضیه، دومی که ما مثل تو به صدها تن آدمک ها رب که آلا ادعای جورنالیزم میکنن و در رسانه های بین المللی کار میکنن به زیر دست ما بیرون شدن و آل ما بیایم بشینم با تو یک جای و بگویم که ایت اویت ایت اویت. نه عزیزم، ما دو تو برنامه نمیرم، در برنامه هایی که از طرفی کسی پول بگیرم و دشنام بتم کسی را. تو آره آدم ها در پیش ما بیاییم از دانش تامو کونش پاره میکنم هر کسی هم که باشی و حس نکو که ما از آدمک هاییستیم که این در تو حل شویم. امو بادارایید که در استرالیا است، بادارهایید کیا هستن؟ اون یک آدمکی که چی کارگر است نامش از یاد من رفت، بروتای خدا که سلفی می بروتارا میمانی سلفی، دخترت میپوشه یخنفت که میدان هوایی معلوم میشه، خودت هم سلف صالح. لعنت بر چنین آدم های. آیا در اون گروهی که شما کمک میکردین به مردم افغانستان، بچگکی که در حال چره بودن زمستان بود، تنها من نشته کرده بودم که امروز سالگرد وفات ببرک کارمل هست، یک 4 تا آدم هایی تا نیامدین گفتین که ما این نستور را به خاطر کارمل این تو گفته، سال روز وفات کارمل بود و او پولی را که باید او جرایی میشده نکردین. بعد یک جوان پیدا شد به نام رئیس قیام وطن و بعد گفت که بول دار من این آدم
عملیات میکنم، عملیاتش بد شده بود. اینها نشستن و میگن که باز یه نفر اومده مرا چی میگه که والا ما هم در اول این تون تو بود و این جوان اینو تو گپا میزنه و چنین میگه و چنان میگه، این جوان کی از لالا اونجا شیشته از دو زدن. خو لالا تو از دو زدن اگه دی مردم خاص پیسه جمع میکنی، نه ما دوت پیسه شاشه کدیم بچیم، فهمیدی؟ دوت پیسه شاشه کدیم. ما برد میگویم ده ها قدر از او را ما در پرخانه سمد داردار کمسایی زدیم بچیم، ما خودت قدیم بسته برنامه کمسایی میزنم، توی تحساس نکن که باز ما بیایم بشینم داغ از دامیدان ما اینم سر از اینم امروز سر از اینم اینم لحظه داغ از دامیدان خودت پدر کلانت بادارت کلت بیان بشینیم باز ما گپ بزنم همراهیت. گپی که ما میزنم در قبال مردمی یا کسی یا فردی بعد از این گپ میزنم که ما کی هستم این کل ملت میدانن و گپایی که میزنم از چی سرچشمه گرفته اینم کل ملت میدانن. فرزندی کدام ندافی هم نیستم و و و و کدام آدمکی هم نیستم که به خاطر دو زدن کسی یوتیوب چینلکی داشته باشم یا فلانه داشته باشم و اینقدر بی عرضه باشم که باز ما عزیز من ما از آدمایی نیستیم که تا حد تو و آدمکارم بیایم باز بشینیم و افرادی را تو اگر بر اقتدارم بتازی دادم روی باشه دانت تا کونت پاره میکنم، فهمیدی؟ قدیم و بادارای استرالیایید دانت تا می کونت پاره میکنم. ما از او آدمک های الهی نیستم که باز در برنامه اگر که تو بیایم بشینم بفرمایین صاحب و گپ بزنم و چی کنم، دانت تا می کونت پاره میکنم، فهمیدی؟ ای را خوب بدان عزیزی من، دانت تا می کونت پاره میکنم، ای را خوب صحیح بدان. تو نو در یک کشورک خارجی رفتی اونجا بچم شیشتی و یک سره دو زده میری دو زده میری دو زده همیشه یک تلویزیون چالان است یک نفر از اونم رو دو زده میری. باز مرا میخوایی که بیایم در برنامه تو و بشینم و دو بزنم و بر اقتدار و فلانه و بسمدانه کسی بتازم ولو به اقتدار من تاخته شد و جانش تامی آره گفته بودم پاره میکنم، فهمیدی عزیزم؟ تو هیچ پشمی نیستی که تو یه حساب بکنی که در برنامه ما در برنامه میشاشم که بیایم بشینم در برنامه تو و یک ایده خاصی را دشنام بدم، فهمیدی؟ تو انسان لعین هستی، تو یک شیطان انسی هستی، تو و باداران تو که در استرالیا هستن، لعنت خدا بر بمکلش بمکلش که میگن نستو صاحب شما چرا قطعی از اونا شدت داغ گب زدین این کمکار را گرفتن، بینیش کده که کمکار را گرفتن، لعنت به مو کمک مو زدنی ترینش که بیادر گل کمک بگیرن، لعنت به مو امو کارتن کلانش هم تنها هدفش لایک و کامنت و شیر و فلانه و بسمدانه بود، دیگه چی؟ دیگه چی؟ بیا داغ از دا میدان. اگر یک برابر سوزنی در ما خیانتی در هر راستای بود داغ از دا میدان داغ از دا میدان. بر اصالت و اقتدار آنانی که دفاع میکنم دفاع میکنم و به پیش میرم و اگر باز کسی بخواید که ما بیایم بشینم بچم، ما بنیانگذار مکتبخانه مسعود هستم، بنیانگذار مکتبخانه مسعود، میفهمی؟ میفهمی؟ یا بفهم آنمت اینی کلیپ مرا بگی باز مرام دوده، ما بنیانگذار مکتبخانه مسعود هستم، اون آدمی که در زمانش ولگه ده یک کیلومتری دفتر کس میماندد که بیایی باز ما بیایم در پیش تو دلاک بشینم و دشنام بده پوزت میده میکنم ملالا جان در برنامه من صاف میگه که فلانی جان بیای اینجا بشینه گپ بزنه، ما دانت تا می کونت پاره میکنم در برنامه نمیایم بچیم. تو فکر نکو که ما کدام اهل ندافیم و یا هم کدام دلاکی هستیم که تازه به یوتیوب بکی رسیدیم. تو را به قرآن تمام گپایی که ما زدیم در فیسبوک ناق خود پس لاشخورهای یوتیوبی همینا را کپی کرده باز ننداختن، از این چقدر پول پیدا کردن؟ ای احمق خودش نمیتونه جور کنه یک یوتیوب چینل. من میگم همی پیسه که از ره گذر دلاکیست خدا بتیش که باز ما بیایم بشینم و با تو گپ بزنم. ما زور کردیم دمون نکتایید بچیم، فهمیدی؟ دمون نکتاییگت زور کردیم، اینی هم بیخی از افت کلام بیرون. من میشاشم دمو برنامه
و دگیر ما بیایی و ایت احساس کنی که نستوم و رگکی است که پشتم بیای دگیرم بیایی به می پوزت ایت یک زدن بکنم تو لعینه که باز بفهمی که گب در کجاست ایره باز بدانی که گب در کجاست ایره ما امور رقمی که دمی اول گفتم آلیم میگم لعنت میفرستم به اونمو آدمی که در کشته شدن کسی خوشی میکنه و لعنت میفرستم به اونمو آدمی که مرا به خاطر اصالت یک جایی بودن مجرم و خبیث خطاب کنه. این اصالت ماست بر اصالت مبارزاتی مردمی هیچ وقت نمیتانیم که گام بانیم در گلوی کسی ایره بدانیم یا ندانیم در گلوی هیچ جریانی نمیتونیم که گام بردار در گلویش لغت خود بانیم و بگوییم که منم افغانستان سرزمین منم نیست افغانستان سرزمین منم نیست عزیز من افغانستان دیگه او بچه تو حالی نمیفهمی که گب در کجاست به خدا چی بگویم دیگه حالی اگر نمه تو اونو تو پشمشم نیستی فهمیدی که تو احساس بکنی که ماها بیاییم و در پیش چارچوب کتکک بشینیم و باز گپ بزنیم اما استرالیایی که بروتای تک میزنی نامت از یادم رفتم از چیم لالا چی تورکایی نام داشتی نی اینی تو که چند بار وساطت کردی که ما بیاییم گپ بزنم قطعی و آدمک و یک دو سه تای دیگه ای آدمک پشمشم نیست فهمیدی لالا بیخی بیفت کلام ایران بگی نشر کو اینمو تو بگو که اینمو تو گفت بیخی بی فتی کلام باز ما اونجا بیایم بشینم و ای بگویه و ما دو بزنم ای آرزو را در گور پدرت ببری لالا جان یکی و ما توار ناموس فروش نیستم عرفی که ما داشتم در قبال دی گفتم گپای خودم گفتم بله یک ایده کلیپ جور کردن که نستو چنین میگفت و نستو چنان میگفت و نستو این میگه و نستو آن میگه بله تو که خالد کیان میمانه در پیش قبر احمد شاه مسعود ترسک بخونه عقبته به این دوتا جوان قندهاری که روز عیدش هست بدون دول و دنبک میخواه عتن بکنه در 200 متری قبر احمد شاه مسعود این حرکت هم من از پیشش دفاع کردم و دفاع میکنم حقش هست یک جوانی سرزمین جنگ زده است او بیادر من در زمان جمهوریت شبها و روزها در سریچه ما قنداری ها را میدیدیم که میامدن در اونمو منطقه که قبر احمد شاه مسعود بود قنداری ها را او بیادر نمیدیدیم میامدن آیا به آخوش فراخ از آنها پذیرایی صورت نمی گرفت؟ صورت می گرفت. ما کوچک نیستیم که بر گپکای وحشتناک ما را بگیرن با هم دیگر درگیر بسازن. حال در حد کسایی آمده گپ می زنن. بچم فهمیدی؟ فهمیدی بچم که ما کی هستم و در سویچ بالا دست نزن. در سویچ بالا دست زدن خرابی میکنه در سویچ بالا دست نزن که خرابی میکنه زمانی که این امریکایی و بیگرنمان میامدیم امو پرتمتراقترین آدمت که گپ خودم میگفت و در قبالش گپ میزدیم به قرآن اگر بفهمم که تفنگچه چقدر وزن داره و یا کلشنکوف چگونه فایر میشه نه در اون زمان و نه در زمان فعلی و بر هر مجاهدی مبارزی هر تفنگی که بر مبنای حقانیت بر هر شانی که است بر او ایستادگی خود انجام میدیم بله زنده باد کارمل بزرگ اینال هر چی میگی بگو زنده باد کارمل بزرگ زنده باد حزب وطن زنده باد شورای نزار زنده باد احمد شاه مسعود زنده باد امیر المومنین المجاهد ملا محمد عمر زنده باد نور محمد ترکی زنده باد حفیظ الله امین من اینو تستم
فهمیدی؟ ریموت کنترل دار که باشم، بازینی و اونویشم میگه اینی را مرده باد بگو، زنده باد دکتر نجیب، زنده باد سلطان علی کشتمند، زنده باد عباس استانگزای. ریموت کنترل دار که باشی بعد میگه که اینیایش باید نگویی، زنده باد سلیمان لایق، زنده باد انس حقانی، زنده باد قاری فصیح الدین، زنده باد مهدی هزاره، زنده باد باب مزاری، زنده باد جنرال مومن اندرابی. مرگ به ایوب سالنگی. اینه، اگر که ریموت کنترل دار می بودی در این جملات، بچه‌م تو استاد شو بگو بادارکایت میمانید، بادارکایت میمانه، ریموت کنترل دار من ایستم، ایرا بدان و بفهم من ریموت کنترل ندارم، من خودم هستم، خودکار چالان. و بله، و تویی که همیشه آمدی و عرفی گفتی که ولی پشتون ها این تو و پشتون ها اون تو، حقا و حقا و حقا که در هر ارگان دولتی از روزی که دست چپ راست خودم شناسم کارم که بند بوده، وقتی رفتیم با یک جوان برومند پشتون روبرو شدیم، با ما خیلی بزرگوارانه برخورد کرده. ما پشتون ها را دوست دارم. یک ویدیوی ما همیشه نشر نمی کنیم که گفتیم بله با افتخار ما مزدور پشتون ها هستم، با افتخار مزدور تاجک ها هستم، با افتخار جوالی این سرزمین به نام افغانستان هستم، با افتخار خاک پای مردان بزرگ این سرزمین هستم. پشتون برادر بزرگ من است، پشتون برادر بزرگ من است. من ریموت کنترل ندارم، ما بر هیچ مبنا و هیچ بادار توجه نمی کنم. ما زور کردیم در اونمو چار تا اونمو نفرک های استرالیایید که به خاطر از این که کمک چینین و چنان میکنند شاشیدیم در اونمو پیسیش، امو کارتن کلانترین آدمت که بیادر گل کمک رسانه ما چیم چطورک های خدا میگیره دمو بستم و موسسه شاشه کردیم، دمو چینل یوتیوب از همینجا تا اونمو لندن میشاشم لالا، و لعنت میفرستم به مو لاشخور یوتیوبی که اینمی گپای مرا میگیره لاشخورانه باز دوباره نشون میکنه. امی پیسه که از امی لاشخوریت اینمی کلیپ مام که میگیری اونمو هم امی خیرات سر چیز جوان مردی که از دمو فرق سرت بزنه بگی جور که پرد و دمی هر چیزی که مندازی. من اینی آدم هستم لالا، من اینمی آدم هستم. آلا در چوکات گپ بزن، بسیار ببخشین، آلا با چوکات گپ بزن لالا، دیگه گپا خلاص شد دیگه، از این فکر نکو که حالا من بیایم با تو دست دست یکی کنم و علی مردمی و فرهنگی و و و و, و, و گپایی گپ بزنم که نباید و حرفا گفته شوه. به چی منظور؟ حالا من برات میگم مرگ بر کی؟ سارنوال کرام بیناموس، مرگ بر سارنوال کرام بیناموس. از خودی اونمو پنشیرم است، از شورای نزارم است. مرگ بمو سارنوال کرام بیناموس، مرگ با اونمو آدمی که خود از همی هر جایت میگیره. اما زنده بود احمد شای مسعود، اما زنده بود احمد شای مسعود، بله بدون شک. مرگ بمو موهب و فضلی جاسوس لعین لعنتی، اما زنده باد خلیفه صاحب حقانی. این لالا بی ریموتیت اینی را میگن، بی بادار بودن مزدور نبودن اینی را میگن، اینی مزدور نبودن است. ما مزدور نبودیم و نیستیم، از برای خداوند بزرگ به خاطر این نعمتهایش سپاس گذاریم. سربلند آفرید، سربلند خواهیم رفت،
چشم در چشم داغ از دا میدان، بیا بگو که بگویم. مزدور نیستیم، مزدور هیچ کسی نمیشیم. زنده باد ببرک کارمل، بزد بونم و چار تا ایلایی ناقه استرالیایی بادارای امی نفرک. حال خو خیر، این یک زگنال بود بچیم. بازی را متوجه باش که ما تو باز یک شاخ در شاخ میشیم، یک شاخ در شاخ میشیم سعی که برد بفهمانم بچیم. در دلاکی هم که فکر کنی، در دلاکی هم باز آدم امو کلان خود اعترام میگذاره. خو تو هنوز در دلاکی بچیم، از پیش من شاگردانگی تا نگرفتی. خو هر وقت شاگردانگی تا که باز گرفتی، باز وقت ما تو گپ میزنیم، فهمیدی؟ گفته امو استاد شهرام که پیششته بودی میگفتی که خداوند قار شد، که خداوند چنین شد، که خداوند چنان شد. تو بچه‌م نو پیدا کردی که نکتایی بسته کو بشین گپ بزن پیسه پیدا میکنی. کدام روز مرا دیدی که در کدام چینل یوتیوب ها که گپ زده باشم؟ اما لاشخورها از کلیپ های من بسیار پیدا کردن. نه، در برنامه مردم میشاشه، فهمیدی؟ از امیجا تا لندن و آخر دوان آن الحمدلله رب العالمین. دوستای عزیز، دوستانی که اگر میخواستن در این کاروان امدادی ما با ما شریک شوند، انشالله و رحمان دمی 24 ساعت آینده ما خواد رفتیم. هیچ چیزی که نبردیم یکی از جوانان میبریم به بیمارستان ها و شفاخانه ها. حداقل هیچ چیزی که در کف نداشتیم، خون من خواست که برای کسانی که نیازمند به خون باشه خون بتیم. یک طرف قضیه. دوم امین که افغان کورنی لخاغل افغان صاحب نمنه نکوم چیب لمرنی خیر سرای دی چی مونگ سر یوزای شوی دی چی انشالله پدی حرکت او تحرک مونگ سر یوزای دا تحرک امدادی تحرک مونگ او کولیشو چی پکتیکات او رسو لطول دوستانو نچی خواری مونگ سر یوزای شی هیلمنیو چی یوزای شی سلور بیست ساعت بعد قد خدای مرحمت وی مونگ انشالله و رحمان حرکت کو. و آخر دوانا ان الحمدلله رب العالمین.